سال 2019 را باید سال تمرکز آمریکا روی جیب آیت الله ها دانست. تشدید کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی با هدف تغییر رفتار رژیم چنان سختگیرانه از سوی دولت دونالد ترامپ پیگیری شده که کارگزاران رژیم ایران را به این باور رساند که واشنگتن در پی تغییر رژیم است. در برابر این سیاست دولت آمریکا، آنچه علی خامنه ای به عنوان فصل الخطاب برای رویارویی با آمریکا ترسیم کرده، عدم مذاکره و مقاومت حداکثری است. نهادی که باید تمام و کمال مجری سیاست های امر و نهی خامنه ای باشد دولت است و خامنه ای هم در نهایت جز اتکا به دولت راه دیگری برای پیشبرد سیاست های خود ندارد و بدیهی است در چنین مناسباتی هر ضربه ای که دولت می خورد مستقیم به رهبر و در واقع کل نظام منتقل می شود. اکنون دولت روحانی به مشتزنی در گوشه رینگ سیاست نحیف جمهوری اسلامی تبدیل شده که بیدفاع و بیرمق از هر سو مشت می خورد. علاوه بر اختلافات درونی در هیئت دولت، مثل جدال زیر پوستی میان محمود واعظی رئیس دفتر و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، استعفای سه وزیر، آن هم در حالی که هنوز 2 سال تا پایان کار دولت زمان باقی است، حکایت از بحران همه جانبه در کابینه دارد. گرچه روحانی استعفای وزرای کشاورزی و آموزش و پرورش را قبول کرد، اما با استعفای اینستاگرامی محمد جواد ظریف وزیر خارجه مخالفت کرد. با این حال این اقدام ظریف حتی اگر صحنه پردازی و نمایشی هم بود، یک اعتراض علنی به دخالت‌های افرادی چون قاسم سلیمانی و علی اکبر ولایتی در سیاست خارجی به شمار می‌رفت. همچنین وضعیت کابینه به جایی رسیده که از درون برای استعفای حسن روحانی نسخه می‌پیچند و از بیرون رئیس و وزرایش را تهدید به استیضاح می‌کنند. روی زمین ماندن وعده‌های انتخاباتی، قدم گذاشتن جای پای احمدی نژاد و ریزش پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان به عنوان اصلی ترین حامی دولت و دست داشتن برادران روحانی و جهانگیری در فسادهای کلان و فرزندان وزرای فعلی و پیشین فهرستی از دلایلی است که دولت دوم روحانی را به یکی از ناکارآمدترین دولت‌های پس از انقلاب 57 تبدیل کرده است. در این میان وزارت امور خارجه و وزارت نفت کاملا بازنده هستند. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که اصلی ترین مسئولیت آن ظاهرا پیشبرد سیاست خارجی و تأمین منافع برون مرزی نظام است، در صحنه بین الملل به یک لشکر شکست خورده تبدیل شد و کشتی وزارت نفت که بار سنگین اقتصاد بریز و بپاش نظام را می کشید با کاهش شدید فروش نفت به گل نشست. پس از خروج آمریکا از برجام در ماه می سال 2018، موتور وزارت خارجه نظام نیمسوز شد، اما اثر آن در سال 2019 خود را نشان داد. جمهوری اسلامی که دل به حمایت اروپایی ها از برجام بسته بود، به هر دری کوبید، به رویش بسته ماند. نه از راه اندازی سیستم مالی SPV خبری شد و نه کانال مالی اینسکس عملیاتی شد. تلاش ظریف معاونان او عباس عراقچی برای کند کردن آهنگ تحریم‌ها و کاهش مشارکت کشورها در کارزار فشار حداکثری بی نتیجه ماند. عدم تمدید معافیت‌های نفتی خریداران نفت ایران و فشار مداوم به کشورهای آسیایی جنوب شرقی هند، مالزی، اندونزی و سنگاپور برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام شد. آنچه برای جمهوری اسلامی به عنوان راه گریز باقی ماند، خرابکاری در خلیج فارس و دریای عمان بود، آن هم با این فرمول اعلام شده که اگر ایران نفت صادر نکند، دیگران هم نمیتوانند صادر کنند. سپاه پاسداران بساط خود را باز کرد و حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی کشورهای منطقه را پیش برد، به طوری که شماری از کارشناسان این حملات را جنگ دوم نفتکش‌ها خواندند. اما از این حملات که چیزی جز سیاست اخاذی نیست، آبی برای جمهوری اسلامی گرم نشد و فضای بین المللی را بیشتر علیه آن به حرکت درآورد.
چنانکه آمریکا پیشنهاد تشکیل ائتلاف نظامی برای حفظ صلح و امنیت کشتیرانی آزاد در آبراهه‌های بین‌المللی را ارائه داد و برخلاف پیشبینی جمهوری اسلامی که فکر می‌کرد تشکیل چنین ائتلافی شکست خواهد خورد، انگلیس، استرالیا، اسرائیل، عربستان، هلند، بحرین، کویت و قطر و ژاپن و کره جنوبی به آن پیوستند. فرانسه و آلمان نیز به ظاهر در ائتلافی جداگانه اما همان روشی را در پیش گرفتند که مورد نظر آمریکاست. در عوض از پیشنهاد مضحک جمهوری اسلامی که روحانی و ظریف برای برقراری صلح در آب‌های خلیج فارس که سیاست‌های خود آنها از دلایل ناامنی آن است، در جریان نشست سازمان ملل با نام ائتلاف امید مطرح کردند، استقبال نشد و هیچ کشوری علاقه‌ای به پیوستن به این ائتلاف نظامی در کنار جمهوری اسلامی نشان نداد. کنفرانس‌های بین‌المللی به نقاط عطف در سیاست آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی و تقویت کارزار فشار حداکثری تبدیل شدند. مبدأ تلاش‌های کاخ سفید برای دست یافتن به همگرایی جهانی علیه رژیم ایران کنفرانس ورشو بود که سپس در کنفرانس امنیتی مونیخ، کنفرانس بحرین، نشست آیپک، نشست جی 7 و جی 20 دنبال شد. موازی با اقدامات آمریکا، عدم پیوستن جمهوری اسلامی به گروه اقدام مالی FATF و عدم تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو و همچنین نقض تدریجی تعهدات برجامی که تا گام چهارم پیش رفت، نه تنها هیچ سودی برای رژیم ایران نداشت، بلکه نتیجه عکس داد و فشارها را از همه سو علیه آن بیشتر کرد. توقف همکاری چینی ها و روس ها در پروژه های نفتی و اتمی ایران خط بطلان بر سیاست تخیلی نگاه به شرق کشید و اعمال تحریم های مویرگی عرصه را به شدت بر جمهوری اسلامی تنگ کرد. تحریم ها چنان لایه به لایه شد که باورش برای کارگزاران نظام دشوار است. آمریکا در نوامبر 2019 آبان ماه در تکمیل تحریم فلزات، لوله های استیل، فویل لحیمکاری منگنز و استیل را تحریم کرد. فلزاتی که در ارتباط با برنامه‌های اتمی، نظامی یا موشک‌های بالستیک ایران استفاده می‌شوند. در اواخر دسامبر آذر ماه صادرات الکترود گرافیتی و کوک نفتی را که در صنایع فولادسازی کاربرد دارند ممنوع اعلام کرد. ممنوع شدن حمل پرچم پاناما توسط کشتی‌های ایران، ممنوع شدن پروازهای هواپیمایی ماهانه‌ایر به اروپا، شناسایی باندها و شبکه‌های قاچاق و دور زدن تحریم‌ها، عدم سوخت رسانی و خدمت رسانی به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های بین‌المللی، شماری از فشارهایی هستند که بر رژیم ایران وارد می‌آیند. وضعیت جمهوری اسلامی در سال 2019 را می شود از آنچه دو وزیر مختصر و مفید بیان کرده اند دریافت. بیژن زنگنه گفت آمریکا در تحریم ها به بلوغ شیطانی رسیده و محمود علوی وزیر اطلاعات در سخنانی گزارش داد صادرات ما مختل شده، حرکت کشتی ها از بنادر برای حمله کالاها به سمت ایران نه متوقف بلکه مختل شده، جابجایی ارز و مبادلات بانکی ما با کشورهای دیگر روز به روز سخت‌تر می‌شود. اداره کشور در چنین شرایطی با شرایط عادی متفاوت است و مدیران باید وقت بگذارند تا از حادتر شدن مشکلات مردم جلوگیری کنند. همه مسئولان باید دست به دست هم بدهند تا با هدایت‌های رهبر انقلاب از این پیچ عبور کنیم و دشمن را به عقب برانیم. و اشتباه هست که ما به جان یکدیگر بیافتیم، چرا که شرایط به نفع دشمن می شود. در این میان آنچه به سادگی نباید از آن گذشت، پررنگ‌تر شدن حضور نظامی ها در صحنه سیاسی ایران است. مواضع محمد باقر قالیباف و قاسم سلیمانی در مورد برجام و FATF و سخنان قالیباف در مورد گران شدن بنزین، حتی بعد از حمایت رهبرش از افزایش قیمت و
و ثبت نام شمار زیادی از نظامی ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند 98 برگزار شود، نشانه هایی از خیز سپاه پاسداران در صحنه سیاسی ایران برای آینده نزدیک است. در مقابل اما آغاز حملات هوایی در عراق علیه مراکز سپاه و هشت شعبی و ادامه حمله به مراکز سپاه و اقمار آن در سوریه توسط اسرائیل چیزی جز عاقبت دخالت نظامی های رژیم ایران در منطقه نیست. دخالتی که هنوز ادامه دارد و به درگیری های داخلی و منطقه‌ای دامن می زند. شکست سنگین اما پنهان برای جمهوری اسلامی در سال 2019 در حوزه امنیتی بوده است. در یکی از راهبردهای امنیتی نظام، همواره پیکر تراشی از سازمان مجاهدین خلق با عنوان آلترناتیو بوده است. شمار زیادی از مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی پس از هر اعتراض و نافرمانی مدنی آن را به منافقین نسبت می دادند تا از عدم محبوبیت آنها در جامعه بهره برداری کنند. اما در اعتراضات دی 96 و تیر 97 و آبان 98 معترضان مرتب در حمایت از پهلوی ها شعار داده اند. آنها به رژیم فهمانده اند که فرهنگ پهلوی را الگو و متعلق به خود می دانند. از همین رو نظام علاوه بر مردم همچنان پهلوی ها را در برابر خود می بیند و برای عبور از این بحران حتی بعید نیست به جستجوی ریشه های مشترک و تاریخی و ایدئولوژیک خود با منافقین براید. همزمان فضای بین المللی به شدت علیه جمهوری اسلامی تغییر کرده است. ضعیف شدن نایاک و لابیگران رژیم ایران با فشار افکار عمومی از نتایج اتحاد و عمل اپوزیسیون است که رضا پهلوی را نماد مبارزاتی خود می دانند. محدود شدن فعالیت تبلیغاتی رژیم با مسدود شدن هزاران حساب کاربری وابسته به سایبری ها در توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب از ضربات سخت دیگری بود که جمهوری اسلامی در سال 2019 متحمل شد. اگرچه مجموعه این ضربات سال میلادی را که به پایان خود نزدیک می شود به یکی از دشوارترین دوران نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده، اما سخت‌تر از آن سرنوشت نهایی همینک در حال رقم خوردن است.